بی آشیانه گشتم، خانه به خانه گشتم، به تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، به تو نمد ندارد شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من دردمند و بی دوای، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من سرزمین من، بی سرود و بی صدای، سرزمین من دردمند و بی دوای، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من. سلام، امیدوارم همه خوب باشین، همه لباس عافیت بر تن داشته باشین. بعد از خیلی مدت وقت، بعد از خیلی وقتی که نه ببخشید، مثلا همه چیز، همه اتفاق ها را همه داریم میبینیم، همه داریم میکشیم، همه در او هستیم، همه او روز، او ثانیه، او چالش، و همه من در بدر شدیم، همه من در بدر شدیم، همه من بیاشیانه شدیم، و بالاخره همه من سرگردان شدیم. من به متن نوشتم که سلام، من خوبم اما بیاشیانه گشتم. امیدوارم شمایی که در هر جای دنیا هستین خوب باشین، شمایی که در هر جا هستین خوب باشین. همه سلام های قشنگتان هم میبینم. یک روزی ما میششتم با همه فکر جمع، با همه حال خوب میگفتم سلام، امیدوارم خوب باشین، امیدوارم لباس عافیت بر تن داشته باشین، بخندین، شاد باشین، زندگی کنین. ولی امروز خودم لایفم را با یک درد، با یک بغض، با یک چیزی به درون قلبم شروع میکنم که نمیفهم او را چه قسمی بخوای من برای شما بگم. تشکر از تمام سلام های خوبی که میگین. من قربان تک تک شما خواهرام، برادرام، خرد و بزرگ، پیر و جوان، تک تک شما کمیال مرا میبینین.
صدای و قلبتون که میفهمم 10 برابر ما، 1000 برابر ما به داخلش غم هست، درد هست و درک میکنم همیشه. یک روزی ما به یک جای میشیشتم با خیلی سرخوری، با خیلی قصه های خوب شروع میکردم، اما امروز از درد، از غم، از یک غمی که نمیتونم او را حتی بیان بکنم قرار است صحبت بکنیم. من خوب هستم، ولی آنچنان خوبی که باید یک انسان خوب باشه نه. میفهمم همه تان خوب یک روز خوب داشتین، همه تان در وظیفه بودین، در کار بودین، در محفل بودین، در یک جای خوب بودین، همه تان زندگی میکردین مثل ما. همه چیز خوب بود، همه چیز عالی بود، همه چیز نرمال بود. دفتری که با همه آرزوها و رویاهایم ساخته شده بود، ساخته بودیم، همکارای ما، کسایی که با ما کار میکردن، همه ما یک جا با یک اتحاد، با یک اتفاق، با یک حرف گرم، با یک دلگرمی یک جای بودیم، میرفتیم، ثبت میکردیم. همه چیز نرمال بود، همه چیز خوب بود، اما به یک باره همه چیز تغییر کرد. همه میفهمم کمیالا به ذهنشان هست که فرزانه کجاست، این مدت کجا بود، چه اتفاقهایی برایت افتاد. نمیخوام که چون الان همه سوال هایی هست، ما برایتان به خاطر همین لایو آمدیم و قرار است صحبت بکنم. من خوب هستم و به خاطر از می آمدیم که همراهتان در موردی حرف بزنم که این مدت کجا بودم، چه اتفاقهایی گذشت و همی حال در کجا هستم. دوستا، قسمی که برتان گفتم، من با تمام چالش هایی که شما در اونجا مواجه بودین، من هم مواجه بودم و هستم. همه در یک زندگی نرمال، در یک کار خوب، همه برنامه ما رو ثبت کرده بودیم، ثبت می کردیم، می رفتیم، ادیت می کردیم، می رفتم به برنامه ها، به جشنواره آوانگارد رفتم، انانسر برنامه بودم، چقدر پلان های جدید تازه، پلان این همچنان گذاشته شده بود که بخوایم جشنواره بزرگ لاجورد را گردانندگیش پیش ببرم، همه و همهش را. ولی مثل کمیال آقای صابری میگه، همگیش به باد رفت در کشور، یک همه قسم یک اتفاق افتاد. ممیجا آقای محمدی و همه دوستای کمیال کومنت میتین، همچنان همه همین حرف را میگن که چطور هستی و کجا هستین، این مدت چه کار کردین و چه اتفاقی به شما افتاد و از خودتان بگین. من میخوایم بیایم از روزی قصه بکنم که قبل از که بخوایم اونجا بریم، ببخشید من چون چشمم در کومنت ها هست و اصلا باید استرس شروع کردم، میخوایم از این بگویم که ما در کشور نیستم فعلا، ما به دور از کشور هستم. قسمی که از شروع از بیاشیانه شدن، از دور از آغوش مادر شدن، از آواره شدن، از بی خانمان شدن، از همه رویاها دور شدن خواندم. من امروز به کشور دیگه هستم، من در فرانسه هستم و در اینجا آمدیم، فعلا اینجا هستم و حالم خوب است، حالمون خوبه، اما این مدت هیچ صدایی نکشیدم، نه از پیچم، نه از پیجم، نه از سوشل میدیایم، به خاطر اینکه
ولی تک تک سوشل میدیا رو چک میکردم، اعتراض هم نسلای ما، کشته شدن هم نسلای ما، فرار کردن هم نسلای ما، آوار شدن خرد و کلانم را، گریه هایتان را، بغض هایتان را، همیش را من می دیدم، ولی مرا ببخشید از دستی که نمی تانستم تحمل کنم، هیچ چیزی نمی گفتم و فقط می گفتم بهترم من باید سکوت کنم و فقط این درد را به دل انداختم. در حدی که اینجا تیم روانشناسا میاین و حتی مرا زیر چکشان دارن، تحت درمانشان هستم و من با قرصا و با گولی های آرام بخش چشم میبندم. هنوز دلم با شماست. شما کجا هستین؟ شما چی کار میکنین؟ وطن چی حال شد؟ رویاهای من چی شد؟ قصه های من چی شد؟ یک روزی فرزانه با ای تی، با ای لباس، با امی گپ میرفت پشت تریبیون استاد میشد، پشت مایک استاد میشد، با همه رویاهای شروع میکرد با انرژی حرف زدن. ولی امروز و فرزانه و او انسان ها به حدی تکه تکه شده قلبشان که با قرص خواب میخوابند. میفهمید؟ با قرص خواب میخوابند. امینجا در پهلوی ماندگیست. این وحشتناکه، چون که هر شب کابوس میبینم. ای که کابوس چیره میبینم؟ من آمدم که در مورد همی صحبت بکنم، در مورد همین موضوع صحبت بکنم. ما یک روز خوب بود، اما قرار بود همه روز ما با یک کمی مشکل داشت دندانم، میخواستم برم پیش دکتر دندان، میخواستم برم پیش دکتر، بعد از اون میخواستم برم به دفتر، به باقی مانده کارهای ما برسیم، به باقی مانده حرفهای ما برسیم. میخواستم پس انرژی باشم، روحیه باشم، در وقتی که همه دنبال ازی بودن که میگفتن ای وطن یک اتفاق قرار است بیفته، من میگفتم که هرچی که بیفته مطمئن باش که ما شما زنده میمانیم. به یک باره برای ما زنگ آمد که امروز به هیچ عنوان حقی ندارید که شما از خانه برید بیرون. اما چرا؟ گفتن که شما حق ندارین برین. از طرف خود اعضای دفترم، خود بچه هایی که با ما کار میکنن و همچنان از طرف خود فامیل و همچنان کسایی که در محیط و ماحول بود و از فضا از جریان ها داشتن میدیدن. گفتم که مگر چرا؟ گفتن که خب تو نیا بیرون، ولی ما کل گپا را خودت میبینی. در سوشل میدیا داخل نشده بودم، در چیزی هنوز در صفحات فیسبوک، در اینا تلویزیون اینا رو ندیده بودم. صبح بود، من میخواستم تازه موتر امان کردم بیاید دنبالم بریم. ما نگفتم اوکی، حتما امروز خدای نخواسته تظاهرات است یا راه بندی است یا اینا. صفحه فیسبوک چک میکنم که تمام سرکای کابل بند است. میرم میبینم که تلویزیون رو روشن میکنم که همه مردم وحشت زده. زنگ میایه فقط برای من که کجا هستی؟ میگم من خوب هستم، در خانه هستم. از خانه نبرایی. پدرم زنگ میزنه، برادرم زنگ میزنه، همه وحشت زده، مردم، همسایه ها. خدای من این چه وضعش هست؟ چی شده مگر؟ به یک باره گفتن که 4 دروازه کابل محاصره شد. خب محاصره شد،
قرار نیست که اتفاقی بیفته. گفتم خب درسته، ریلکس باشین، همه چیز خوبه. اما گفتن که ببین، به خاطر حفظ امنیت خودت تو باید مواظب باشی اینو. و از همان روز و چند روز قبلش که تمام این خبرها و اینا به گوش من می رسید، رفت و آمدهای من کنترل می شد از طرف فامیل، از طرف همه، و مواظب ما بودن، و فضا تنگ و تنگ و تنگ و تنگتر می شد تا اینکه دیگه نگذاشتن من از خانه برون بیرون. همون روز خب گفتیم درسته، تا شب تمام جاها گرفته شد. و دردناکترین خبره که شو ای بود که چون ادارات و اینا همه چیز اعلام شد، همه چیز به یک باره ترک شد، همه کساب بعضی سوء استفاده کردن، رفتن هجوم بردن، خیلی چیزا تیت شد، خیلی چیزا را زدن که مجبور شدن بیاین به حوزه ها، و تمام حوزه ها همچنان از طرف دولتی که آمد یا از طرف گروهی که آمد احاطه شد و گرفته شد. به زودترین فرصت همه به مکانهای سیف و امن رفتن، و شروع کردیم به این که باید از خودمان به اولین مرحله مواظبت بکنیم. خیلی نگران کننده بود. من در او وقت آنقدر ناامیدیه که در چهره و آنقدر ترسی که در تک تک وجود هر کس می دیدم در طول زندگیم ندیده بودم. من با عمیق عمری که دارم، من فکر نمی کردم که قرار است اینقدر همه وحشت زده باشن، اینقدر، چون ندیده بودم، چون ندیده بودم، فقط شنیده بودم. تلفن به دست، یک بار میری در سوشل میدیا، میبینی یکی چی میگه، میره میبینی دیگه چی میگه، میبینی چه حال است، میبینی که دیدم که صحرای کریمی عزیز لایف آمده و چقدر سراسیمه هست که ما در بانک بودم و این صحبت به گوشم رسید. و با دیدن بعد اون همه اتفاقها یک شوک آمد که یک اتفاقی افتاده فراتر از او چیزی که تو حتی فکر میکردی و یا شاید حتی برش فکرم نمیکردی. همه چیز یک باره تغییر کرد. همه فکرها، همه آیدیاها، همه محفوظ شدن و رفتن. هیچ کسی رو نمیدیدی. همه چیز بر هم خورد، کارها، وظیفه ها، دفاتر ها، کل چیز. به یک باره اطلاع این داده شد که امکان هر اتفاق است که تلاشی به خانه بیا یا هر چیز دیگر. مکان ها چین شد، به جای سیف رفتیم اینا. نمیتونم حتی از لحظه هایی که به اونجا بودیم ما بگویم، از ترس هایی که به اونجا همه به دل هایشان بود ما چیزی بگویم نمیشه، حتی زبان ما از او نمیتانم او را بگم. از دستی که تمام اونا کابوسای شبانه ما شدن، کابوسای لحظه هایی شدن که مردم چشمشان را به آرامش میبندن ولی من چشمم را به مرور کردن او لحظه ها میبندم. باور بکنیم که خیلی سخت بود. به یک باره شروع شد به این که همه به هجوم بردن به میدان هوایی کابل، و اون همه اتفاق و همه وحشت، چیزی که مره کابوس شبهایم هست ای است که اینقدر مردم ما، اینقدر مردم ما، اینقدر هم وطن ما، هم نسل ما، هم خون ما، اینقدر در بدر بود که به تیاره خودش را آویزان کرد که توته های بقومانده بدنش در چرخهای او تیاره مانده بود که اون مجبور بیشد که در یک میدان بشینه و اونا را از او بکشن بیرون. ای هر بار به ذهنم می آمد، می گفتم که قرار است چی شود، قرار است ما چی شویم. گفتم نه، هنوزم امیدی به زندگی هست. به هیچ عنوان، به هیچ عنوان بیرون حق اجازه رفتن برای من داده نشد، مخصوصا از طرف این که تیم
همه خوب کار میکردن، همه فعالیت داشتن، همه ایمان کانتکت ها داشتیم، پروژه های داشتیم، همچنین با سفارت خانه هایی که ما کار میکردیم که اونا همراه ما به تماس شدن و دیگه گفتن که شما باید به استان فرصت به یک جای محفوظ برین و دیگه حق رفتن به بیرون را ندارین تا اطلاع ثانوی که ببینیم فضا قرار است چی شود. دفتر و همه چیز گذاشته شد و همه فقط دنبال این شدن که باید یک جای امن برن. ما در طول همون مدت فقط ما امی اگر آخرین پست ما یادتان باشه خیلی وقت ازش شد، نمیفهمم چقدر وقت شد. از یک هفته قبل از همون پست ما تا به امروز روز که این حالت ها و این روزگار را دیدم تا امروز. من رفتم بیرون، چهره شهر تبدیل شده بود، صورت ها تغییر داده شده بود، جاده ها سرک ها که یک وقت کل مردم جمع می شد، می دیدی یک خانم در دستش یک بگ میره طرف وظیفه، یک خانم تفلکش در بغلش میره طرف یک جای دیگه، یک وقا چقدر عجله داره میده طرف کارش، یک جوان چقدر چی است، چقدر استایل قشنگ زده میره، یک سو یک دختر خانم، یک گروه از جوان ها، یک گروه از دخترها، یک تا موتر هم که تیر می شد فکر می کردی که زیر یک اسکن تیر می شد. وقتی اون فضا را من یک بار برای یک ساعت فقط و فقط به خاطر این باید می رفتم که باید من به پیش دکتر می رفتم. وقتی رفت باید به اونجا می رفتم که او هم خوب بود که به نزدیکی جایی بود که ما در اونجا بودیم. دیدم که نه واقعا فرزانه که به این شهر قرار بود کار کنه و تمام این رویاها سخت است، سخت است با تمام اینا کنار آمدن سخت است. اگر از این دوره برایتان هر چی بگویم فقط سرتان درد میگیره. میخوایم بیایم به جایی که کابوس ما هست، به جایی که شماها از دیدنش وحشت زده شدید. خب دوربر میدان هوایی خیلی به شدت وضعیت خراب بود. تمام کسایی که فقط باید به خاطر حفظ امنیتشان مواظب خودشان می بودن، ما چه وقت تصمیم گرفتیم که واقعا ترک بکنیم؟ به این که وقتی به داخل دفتر حمله شد، به داخل دفتر حمله شده بود، همه چیز بر هم ریخته بود، خیلی چیزها شکسته شده بود، بعضی چیزها برده شده بود، یعنی ما او تندیس ها، تمام او چیزها، تمام اونایی که با رویاهای ما اونا را به دست آورده بودم، اسنادهای ما از تیم، از همه چیز تیت و پراکنده و شکسته و برده، و فقط به خاطر این که در تمام ساحه ها تمام این اتفاق ها افتاده بود. از اونجا بود که فقط ما و تیم گفتیم که خواهش میکنیم به خاطر این که مواظب خودتان باشین بریم، و هر کس باید مواظب خودش باشه. همه به دنبال این شدیم که باید از خودمان محافظت بکنیم. من باز هم میگم که چون خیلی هنوزم میپرسن که خودت کجا هستی، مثلا کسایی که تازه در لایف هستن، حالا میگم من از طرف ما هنرمندو از طرف سفارت فرانسه و کشورهای دیگه بسیار قدر داده شدن، بسیار گفتن، اعلان کردن که اونا را حمایت میکنن. به هر حال تمام پروسه های من برای کشور فرانسه تنظیم شد، ترتیب شد که من میتونم به اینجا بیایم، اما تمام راه ها بسته شد، تمام پل های ارتباطی بسته شد، هجوم زیاد شد، فایر بود، کشتن بود، خفک شدن بود، گاز اشکاور بود، اینا رو میشنیدم. هنوزم من فقط به نزدیکی میدان میرفتیم و فضا رو میدیدیم و
پس می رفتیم که بگذار شاید آرام بشه بعد میریم، ولی می رفتیم می دیدیم که پس از بد بدتر شده، پس همه می رفتیم می گفتیم خب اوکی بگذار پس همه چیز که کم خوبتر شد دوباره میریم، ولی از بد بدتر شده می رفت، از بد بدتر شده می رفت، تا به اینکه مجبور به این شدم که یک شب به همو جایی که هجوم مردم بود، به همو جایی که انتحاری شد، به اونمونجا ما یک شب را سر بکنم. در اوجا باور کنیم چیزهایی را ما دیدم، روزهایی را ما دیدم، از شب تا صبحی که ما به اوجا بودم خدا حاضر شاهده فقط گریه کردم. من انسانی هستم که به هیچ عنوان به خیلی آسانی گریه نمی کنم، ولی به حدی من حالم بد بود، به حدی به این مردم، به خودم، به این اتفاقی که افتاد، من که می گفتم که تا سرم نره از این کشور، هر روزی که بفهمم به این جهاز من میرم، و می گفتم خدایا چی شد؟ باورتان نمیشد، شما به زودترین فرصت تمام اون چیزهایی که ما ثبت کردیم، از جریان خروجم، از تمام اتفاقایی که دیدم، تا این جایی که رسیدم، کجا رفتیم، چی شد چی نشد، تمام اونا را به زودترین فرصت میبینیم. ولی من